باز منزلهای دریا در وقوف، وقت موج و حبس بی عرص و سقوف. شما اینجا میخوای بگی آدرس بدی تو خشکی به یکی، چطوری میگی؟ میگی میای اونجا چهارراه فلان میپیچی دست دراز اون ساختمونه رو میبینی، اونو میگیری میای. یعنی یک چیزهایی هست که شما به عنوان نشانه و راهنما استفاده میکنید. پس اینجا میبینید که علم و دانستگی به دردتون میخوره. شما اگه بدونید که اینجا این ساختمون، اونجا اون کوه فلان هست، اونجا اون دریای فلان هست، اونجا اون رودخونه فلان هست، این دانستگی ها به درد شما میخوره. ولی حالا میگه تو دریا چیه؟ تو دریا وقت موج و حبس. موج یعنی وقتی آب بلند میشه، حبس یعنی وقتی که میخواد ساکته. چه موج باشه، چه آروم باشه، چه طوفانی باشه، چه آروم باشه، دریا بی عرصه و سقوفه. عرصه قدیم به عرصه اولا یعنی یک محوطه، یک عرصه ای که شما جا دارید که یک کاری بکنید. این تو علم خانه سازی به حیات میگفتن عرصه، مثلا یه جای بازی که شما اونجا در تحت اختیار شما. سقوف هم که جمع سقفه. میگه که توی دریا چه طوفانی باشه چه آروم باشه، از این خبران نیست که سقفی باشه و عرصه‌ای باشه. یعنی هیچ نشانه مادی اونجا نیست. شما تو آب تا حالا افتادید دیگه، وقتی میری زیر آب هیچ کار نمیکنه. خب نیست پیدا آن مراحل را سنا. سنا این کوهان شتر میگن. سنا منظورش اینه توی دریا وقتی شما هستید هیچ چیزی نیست که شما آدرس بدی بگی سر اون بلندی مثلا بپیچ براز. هیچ نشانه ای نیست وقتی تو آبی. نیست پیدا آن مراحل را سنام، یعنی نشانه برجسته ای چیزی که شما بفهمی، نه نشان است آن منازل را نه نام. هر جای دریا باشی انگار وسط دریایی، چون کنار نداری که بگی. هست صد چندان میان منزلین آن طرف، یعنی در اون طرف دریا و روح، آن طرف که از نما تا روح عین. این نما تا روح عین رو برگشت به اون ابیات قبلی گوه، از جمادی نما، از نما به بعد که حیوان میشه، بعد انسان عقل، از عقل میره بالاتر، خارج این پنج و شش میشیم با عقل و از اون برم دیگه سرش باز اون بر راه ته نداره. میگه از نما تا روح عین، اینا همه منزلاییست که اون بره تو دریاست. پس یه خلاصه بگم از این دو سه بیت، این که در خشکی نمادها هستن، نشانه ها هستن، راهنمای شما هستن، میتونید این راهنماها رو در ذهنتون ذخیره کنید، میتونید توی کتابی نقشه هاشو جمع کنید بذارید جیب بغلتون، مهم نیست دیگه، اونجا کار میکنه. ولی از یک جایی به بعد کار نمیکنه. اونجا اگه شما رفتید توی اون وادی و اونجا خواستید از این ابزار اینجا استفاده کنید که وسائط هست، واسطه ها هستن، این واسطه ها اونجا باعث غرق شدن شما فقط میتونه بشه. اونجا فقط یک زبون بیشتر نداره، اونم اینه که مرده شید،
آب دریا مرده را به اثر ند. اونجا هرچی دست و پا بزنید بدتر میرید پایین. خب حالا دوباره برگشت به اون شاید نرسیم ولی یه چند بیت دیگر میخونیم. باز برگشت به اون تم قبلیش، در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چفسیده یا چون چسبیده ای. شما تمام این مراحلی که من به شما به عنوان مولانا میگه من به شما گفتم همش متضمن فنای جسمتون بوده. شما تا از نما، تا از جمادی نمیمردید به نما تبدیل نمیشدید، تا از نما نباتی نمیمردید به جانور تبدیل نمیشدید. پس در فناها این بقا را دیده ای، بر بقای جسم چون چسبیده، چون چسبیده ای. خب هین بده ایزاب این جان، باز باش پیش تبدیل خدا، جان باز باش. این جان باز و اون بر جان باز، این یه چیز شاعرانه است. اون مصرع اول میگه ایزاب این جان حیوانی که اینقدر برای تو مهمه که از خدا تو محضر خدا بایستدی، میگه اینو زیادش کنه، میگه این جان رو بده و باز باش به جای زاغ بودن، به جای گوخوری برو کبک بخور. باز شکار کبک میکنه. این بده ای زاغ این جان، باز باش پیش تبدیل خدا، جان باز باش. اینجا جان باختن یعنی جان بازی کردن، بده بره نگه ندار. اونجا تو دریا هر چی وسیله داشته باشی شما رو میکشه پایین، فقط مگه وسایل قواسی باشه اون فرق. خب تازه میگیر و کوهن را میسپار، که هر امسالت فزون است از سه پار. سه پار یعنی سه تا پارسال، سه تا سالی گذشت. تازه میگیر و کهن را میسپار، این رمز این تازگی این عرفا. شما هر روشی دارید برای خودتون محترم، این اصل رو رعایت کنید تو همه مسائل. تازه رو بگیرید، کهنه رو بسپارید بره، برش کنید. میخواد دانش باشه، دانستگی باشه، میخواد جان باشه، اینو رعایت بکنید، شما هم به اون جاودانگی میرسید به زودی. جاودانگی ها آزی تو حواست باشه. سب نمید، سب نمید، عجله نکن. خب آخرین بیتی که میخونیم، گر نباشی نخلوار ایثار کن، گر نباشی نخلوار یعنی مثل نخل ایثار کن، کهنه بر کهنه نه و انبار کن. ما حریف تو نمیشیم. نه من دیم میگه اگر دست بده نداشته باشید پس برید جمع کنید دیگه، ما حریف نیستیم. خسته نباشید، در خدمت شما این ای سوالی هست. نه به چی شما؟ نه به چی یاد بگیم؟ نه به چی یاد بگیم؟ نه چه نه چه به ما یاد بگیم؟